سرخط خبرها و مهمترین ها، سفیر پیشین ایران، چشم‌اندازی برای تشکیل حکومت فراگیر توسط طالبان دیده نمی شود. متقی بالاعرف غم شریکی کرد. یونما بر لزوم اتخاذ تدابیر از سوی طالبان برای تضمین امنیت مردم تاکید کرد. طالبان گلیم آخرین فرمانده تاجک تبارشان را جمع کردند. مشروع خبرها، خبرگزاری آماج نیوز گزارش می‌دهد. محمد رضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در افغانستان گفته است با در نظر داشت وضعیت موجود در کابل، چشم‌انداز برای تشکیل حکومت فراگیر توسط طالبان دیده نمی‌شود. آقای بهرامی در روز دوشنبه یعنی 13 سنبله در تویت نگاشته است مفهوم فراگیر از منظر طالبان با تعریف دیگران تفاوت ماهوی دارد. سفیر پیشین تهران در کابل با اشاره به سخنان طالبان مبنی بر این که همواره کابینه‌شان را همشمول دانستند گفت دولت فراگیر مفهوم مدرن و متأثر از ساختار متکثر است. این اظهارات در حال از سوی سفیر پیشین ایران مطرح می شود که طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و کشورهای جهان بارها بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. متقی بالاعرف غم شریکی کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگوی تلفنی کرده است. امیرخان متقی با اشاره به حمله انتحاری در برابر سفارت روسیه در کابل گفته است که دو طرف نباید اجازه دهند که دشمنان با انجام چنین حمله های بر روابط نزدیک و مثبت دو کشور تاثیر منفی بگذارد. وزارت خارجه در رشتیوید های گفته است که آقای متقی از بررسی رویداد در برابر سفارت روسیه در کابل و توجه خاص به تأمین امنیت این سفارت نیز اطمینان داده است. این در حالی است که پیش از این وزیر خارجه روسیه در واکنش به حمله در برابر سفارت این کشور در کابل گفته است که عاملان این حمله را پاسخگو خواهند کرد. یونما بر لزوم اتخاذ تدابیر از سوی طالبان برای تضمین امنیت مردم تاکید کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل حمله انتحاری در دروازه سفارت روسیه در کابل را محکوم کرده است. یونما با نشر خبرنامه بر تامین امنیت مردم از سوی طالبان تاکید کرده است. این نهاد افزوده است با توجه به رویدادهای اخیر یونما بر لزوم اتخاذ تدابیر از سوی مقامهای حاکم برای تضمین امنیت مردم و همچنین ماموریت‌های دیپلماتیک تاکید می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه نیز با نشر خبرنامه گفته است که در این رویداد دو کارمند سفارت این کشور در کابل کشته شدند. این در حالی است که فرماندهی امنیتی طالبان در ولایت کابل گفته است که از اثر این رویداد یک غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. طالبان گلیم آخرین فرمانده تاجک تبارشان را جمع کردند. مولوی نجیب الله به زندان در قندهار منتقل شد. یک منبع نزدیک به مولوی نجیب الله از فرماندهان با نفوذ گروه طالبان به خبرگزاری کشور میگوید که طالبان وی را به زندان قندهار انتقال دادند. مولوی نجیب الله از فرمانده برجسته و با نفوذ طالبان و از ولسوالی راغستان ولایت بدخشان است. نزدیکان وی به خبرگزاری کشور گفتند که رهبری طالبان ماها قبل او را از بدخشان با کابل فرا خوانده و با اتهام همکاری با داعش بازداشت و زندانی کردند. اکنون پس از 8 ماه نیروهای طالبان وی را از کابل به قندهار انتقال دادند. انگیزه این کار هنوز روشن نیست. مقامهای طالبان تاکنون در مورد چرایی و چگونگی بازداشت این فرمانده تاجک تبار چیزی نگفتند. موج تازه هراس‌افگنی در کشور، دست کم 150 تن در 4 روز گذشته کشته یا زخمی شدند. موج تازه هراس‌افگنی در بزرگ شهرها شهروندان کشور را نگران ساخته است. با آنکه طالبان بارها از تامین امنیت سرتاسری در کشور اطمینان دادند، اما تنها در 4 روز گذشته 2 حمله مرگبار در کابل و ایراد ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. با این وصف شهروندان کشور طالبان را در تامین امنیت کشور ناکام می‌دانند. کابل، پایتخت کشور، پیش از 4 روز دوشنبه گواه یک حمله انتحاری مرگبار بود. حمله که به شمول 2 شهروند خارجی جان 8 تن را گرفت و 11 زخمی بر جا گذاشت. این حمله انتحاری در برابر دروازه سفارت روسیه در جاده دارلمان، یعنی در دارلمان شهر کابل رخ داد.
خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان برای کابل در برگه تویترش نوشته است که در این انفجار 6 تن به شمول 2 کارمند سفارت روسیه جان باختند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان توضیح داده است که حمله کننده انتحاری قصد داشت مواد همراهش را در میان مراجعان سفارت روسیه منفجر کند، اما پیش از رسیدن به هدف اعضای محافظان این گروه مورد هدف قرار گرفت و مواد انفجاری همراهش منفجر شد. گواهان عینی میگویند که بیشترین قربانیان این حمله انفجاری دانشجویان بودند که برای اخذ ویزه به بخش قنصلی سفارت روسیه مراجعه کرده بودند، و شاهدان عینی میزان تلفات انسانی را بیشتر از چیز عنوان میکنند که سخنگویان طالبان اعلام کردند. با گفته آنان در این رویداد دست کم 20 تن کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه روسیه تایید کرده که در انفجار دیروز در کابل 2 دیپلمات روسی جان باخته است. در بیانیه این وزارت آمده است یک فرد مسلح ناشناس یک وسیله انفجاری را در مجاورت ورودی بخش قنصلی منفجر کرده که به شمول 2 تن از کارمندان این سفارت شهروندان افغانستان نیز قربانی شدند. روسیه از کشورهایی است که روابط نزدیک با طالبان دارد و هنگام سقوط کابل به دست این گروه سفارتش را در کابل فعال نگه داشت. این کشور از نخستین دولت‌هایی است که دیپلمات‌های طالبان را در سفارت افغانستان در مسکو پذیرفت. وزیر خارجه این کشور اما از وجود تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. افزون بر این 4 روز پیش شهر هرات در غرب کشور نیز گواه انفجار نیرومندی بود. در این انفجار ده‌ها تن به شمول مولای مجیب الرحمن انصاری روحانی طرفدار طالبان کشته و زخمی شدند. این انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد جامع گازرگاه هرات به وقوع پیوست. بر اساس گزارش‌های اعلام شده از سوی طالبان در این حمله 18 تن کشته شده و 23 تن دیگر زخمی شدند، اما منابع در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که در این رویداد بین 55 تا 60 تن جان باخته و بیش از 90 تن دیگر زخم برداشتند. وضعیت شمار زیاد از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده و احتمال افزایش تلفات نیز وجود دارد. بیش از این شنبه شب 12 سنبله 6 فیر راکت بر نقاط مختلف دیمزنگ در شهر کابل اصابت کرده، اما از آمار تلفات و خسارات آن جزئیات در دست نیست. از سوی دیگر رسانه ها اعلام کردند که 3 روز پیش یک هواپیمای بی‌سرنشین نقاط را در شهر کابل هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها در این حمله هوایی ابو حسن مجاهد عضو مهم شبکه القاعده و 4 همکار دیگرش به نام‌های سید محمد مبارز، جهاد الله فراهی، هجرت قریشی و ابو عمر لوگری از اعضای گروه طالبان نیز کشته شدند. با این حال شهروندان کشور با نگرانی از وضعیت موجود میگویند که طالبان در یک سال گذشته نتوانستند امنیت نسبی مردم را تعیین کنند. با گفته آنان در این یک سال علاوه بر افزایش فقر و گرسنگی، ناامنی و حملات انتحاری نیز افزایش یافته و تاکنون صدها تن در نتیجه این حمله ها کشته و زخمی شدند. زکریا یونس یکی از قربانیان حمله انتحاری در نزدیکی سفارت روسیه در کابل است. او به تازگی از روستای ترش ولسوالی ورسج تخار به کابل آمده بود و میخواست برای ادامه تحصیلاتش به روسیه برود. یکی از نزدیکان این جوان در صحبت به روزنامه 8 صبح میگوید امروز ساعت‌های 11 بجه بود از کابل زنگ آمد که زکریا شهید شده است. خبر بسیار تلخ و دردناک بود و بسیار غمگین شدم. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.